سعید ملکپور شهروند ایرانی کانادایی بیش از 2 سال است که در ارتباط با جرائم اینترنتی از جمله اتهام مدیریت سایت های مستهجن در زندان است و حدود 1 سال را در سلول انفرادی و تحت شدیدترین شکنجه ها سپری نموده. فاطمه افتخاری همسر سعید ملکپور در گفتگوی تلفنی با همکارم پیام یزدیان میگوید برای شوهرش حکم اعدام در نظر گرفته شده است. همسرم مهر ماه 1387 بیشتر از 2 سال پیش دستگیر شدن، به مدت 1 سال در سلول انفرادی ایشون نگه داشته شدن. خانم افتخاری، سایت های ارتش سایبری و سایت دولتی گرداب برای اولین بار از سعید ملکپور با نام مستعار سیاوش حسن خانی یاد کرده و او را مدیر بزرگترین شبکه های ضد دین، شبکه های مستهجن و ضد امنیت فارسی زبان نام برده. آیا فکر میکنید بر اساس ادعاها و اظهارات این سایت دادگاه حکم به اعدام ایشون داده؟ بله، طبق صحبتی که وکیل پرونده داشتن آقای علیزاده طباطبایی، قاضی دادگاه کاملا به گزارشی که نیروهای امنیتی داده بودن، کیفرخواستی که نوشته بودن اعتماد کامل داشتن و اصلا پرونده رو نیازی به بررسی کردن ندیدن و با توجه به نامه‌ای که از طرف رئیس دادگستری استان تهران آقای آوایی روی پرونده بود که این پرونده حتما باید توسط کارشناسای مورد وثوق قوه قضاییه، کارشناس اینترنتی مورد بررسی قرار بگیره، ولی قاضی مقایسه به این نامه اصلا توجهی نکردن و حکم اعدام رو صادر کردن. تمام مستنداتی که تا الان ارائه شده توی دادگاه تنها بر اساس اعترافات همسر من بوده، اعترافاتی که بعد شکنجه گرفته شده و وقتی که درخواست ارجاع به پزشک قانونی رد میشه، وقتی که درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس مورد وثوق قوه قضاییه رد میشه، تمام اینا نشون دهنده یک سناریو از پیش ریخته است که اینا نمیخوان واقعیت قضیه روشن بشه. بعد با توجه به اینکه اعترافات همسر من اومدن توی تلویزیون پخش کردن، این فیلم قبل از برگزاری دادگاه پخش شده از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، تا 1 سال بعد از اولین پخش اعترافات همسر من دادگاهی برای ایشون تشکیل نشد. اعترافات همسر من در نوروز 88 از تلویزیون پخش شد، تا فروردین 89 همسر من دادگاهی نداشت، یعنی به اون فرصت دفاع از خودش نداده بودن. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که برای مقاصدی که داشتن هیچ آدمی بهتر از یه فرد بی پناه نبود، کسی که بدون هیچ وابستگی سیاسی، بنابراین خیالشون راحت بود که حزب و جناح و جبهه ازشون دفاع نمیکنه و تنها پشتیبان این فرد خانواده‌ام تحت فشار و بی پناه، مخصوصا به خاطر نوع اتهامات، چقدر صداشو میتونه به دنیا برسونه. ایشون در نامه‌ای که از زندان برای شما گویا نوشته اشاره کردن که شدیداً زیر شکنجه قرار گرفتن و استخوان فک و دندان‌هایشان شکسته چون بازجو می‌خواسته با انبر دندان او را بکشد. با عنوان کرده که زمانی که زیر بار کتک بیهوش شده و از گوش چپ خونریزی داشته با تأخیر به بیمارستان معرفی شده و ماموران به او امر کردند که باید خودش را محمد سعیدی معرفی کند و دکتر هم پس از معاینه در برگه گزارش علت مراجعه او به بیمارستان را بیماری اعصاب معرفی کرده. تا چه حد مطمئن هستید که این نامه متعلق به همسر شماست و خود او نوشته؟ بله، 100% همسر من خودشون این نامه نوشتن، اما من خودم که آذر ماه اون سال، یعنی 3 ماه بعد از دستگیری همسرمو زندان دیدم. من همسرمو نشناختم، یعنی بعد از 10 سال با ایشون بودن من ایشونو نشناختم و طوری ایشون بدنشون میلرزید و طوری معلوم بود که تحت چه فشار و شکنجه ای بودن ایشون. به من فقط از من میخواستن که من از ایران برم، میگفتن من هر لحظه سایه تهدید دستگیری تو باعث شد که من تمام این اعتراف ها رو بکنم. ببینید، من قبل از دادگاه همسرم هم گفتم ما تنها چیزی که از قوه قضاییه ایران میخواستیم یه دادگاه عادلانه بود، ولی متاسفانه اون هم برگزار نشد و واقعا ما نمیدونیم بعد دیگه چی کار کنیم. یعنی اگه همچنان حزب با مردم اینا سکوت بکنن، همسر منم هم مثل خیلی آدم های افراد گمنام دیگه قربانی میشه و واقعا خواهش میکنم صدای ما رو برسونیم.